خط خبرها و مهمترین ها. بسته 32 میلیون دلاری دیگر از کمک های جهانی به کابل رسید. کشته شدن دو طالب و یک فرد ملکی در غزنی. بایدن از خانواده های قربانیان حمله مرگبار مکتب تگزاس دلجویی می کند و همچنان در پایان. طغرل شمال دوباره برمی گردد. انتظار به پایانش نزدیک است. مشروع خبرها، گزارش از سایت رسمی سپوتنیک افغانستان. مسئولان در بانک مرکزی میگویند که به ادامه های کمک های بشردوستانه نقدی جهان به افغانستان بسته 32 میلیون دلاری دیگر به افغانستان رسیده است. بانک مرکزی افغانستان روز دوشنبه 9 جوزا با نشر اعلامیه گفته به سلسله کمک های بشردوستانه جهان امروز بسته 32 میلیون دلاری نقد به افغانستان رسیده و به یکی از بانک های تجارتی سپرده شده است. اعلامیه افزوده بانک مرکزی افغانستان از ورود اسعار به کشور از هر راه اصولی و قانونی استقبال نموده و از ضمن قدردانی کمک های بشردوستانه جامعه جهانی می خواهد که در سایر عرصه ها با افغانستان داخل تعامل و همکاری شوند. مسئولان بانک مرکزی می گویند که رسانیدن کمک های بشردوستانه از طریق سکتور بانکی با معیارهای بین المللی برابر بوده، شفافیت به وجود می آورد و در رسانیدن کمک ها به مردم تسهیلات را ایجاد می کند. گفتنی است که از زمان تسلط مجدد طالبان در افغانستان تا هنوز بیش از 600 میلیون دلار کمک های بشردوستانه نقدی جهان به افغانستان رسیده است. کشته شدن دو طالب و یک فرد ملکی در غزنی. منابع محلی در ولایت غزنی از کشته شدن دو طالب و یک فرد ملکی در این ولایت خبر می‌دهند. منابع مردمی در ولایت غزنی روز دوشنبه 9 جوزا می‌گویند که یک مرد در پی اختلافات خانوادگی و در همدستی سه دوستش پدر نامزد خود را به قتل رسانیده است. به گفته منابع این رویداد پس از چاشت روز گذشته یک شنبه 8 جوزا در روستای قوچون قطوی ولسوالی مالستان غزنی اتفاق افتاده است. منابع تاکید میکنند که از این جمله 4 عامل قتل دو تن از سوی طالبان بازداشت شده است، اما این دو مرد در مسیر انتقال به پاسگاه دو طالب را به قتل رساندن. گفته می شود که این دو مرد پس از کشتن دو طالب جنگ افزارهای آنان را گرفته و از ساحه فرار کرده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. بایدن از خانواده های قربانیان حمله مرگبار مکتب تگزاس دلجویی می کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز 29 می برای دلجویی از خانواده هایی که فرزندانشان را در جریان حمله بر یک مکتب در شهر یووالد از دست دادند به ایالت تگزاس سفر کرده است. در حمله سه شنبه گذشته بر مکتب ابتدایی راب در شهر یووالدی کم از کم 19 کودک دانش آموز و دو معلم به ضرب گلوله کشته شدند. رئیس جمهور بایدن دستور داده است که برای جلوگیری از تکرار چنین کشتار دست جمعی در این کشور اقدامات روی دست گرفته شود. تا کنون تلاش های مکرر دموکرات ها برای وضع مدیریت بیشتر بر مقررات دسترسی به سلاح ناکام مانده است. مارشال عبدالرشید دوستم در نزدیک وقت انتخابات ترکیه است، بخیر سپری شود. ما یک طرفه می کنیم مشکل افغانستان را، به امید خدا نگران نباشید. گزارش از صفحه رسمی مارشال دوستم. بیچلید پالیسی های ضد تروریسم چین باید مطابق به معیارهای بین المللی حقوق بشر باشد. گزارش از صدای امریکا. میشل بیچلید کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد که برای سفر به چین با انتقاد گروه های حقوق بشری و کشورهای غربی مواجه شده میگوید که از بیجینگ خواسته است تا پالیسی های مبارزه با تروریسم خود را بر اساس معیارهای بین المللی حقوق بشر بازنگری کند. خانم بیچلید در ختم سفر 6 روزه‌اش به چین که روز شنبه 28 می به پایان رسید گفت که هدف سفرش تحقیق در مورد پالیسی های حقوق بشری چین نبوده، بلکه فرصت برای تعامل با دولت چین بود. این نخستین سفر یک کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد پس از سال 2005 به چین بود. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد در جریان این سفر از شینجیانگ نیز دیدن کرد، جایی که بر اساس گزارش اداره حقوق بشر ملل متحد اویغورهای عمدتاً مسلمان به گناه غیرقانونی بازداشت شده مورد بدرفتاری قرار گرفته و در کمپ‌های کار اجباری به کار گماشته می‌شوند. خانم بیچلید روز شنبه در یک کنفرانس خبری مجازی گفت من سوالات و نگرانی‌های را در مورد اعمال اقدامات مبارزه با تروریسم و افراط‌زدایی و غیره به ویژه تأثیر آن بر حقوق اویغورها
و دیگر اقلیت‌های عمدتاً مسلمان مطرح کردم. فعالان حقوق بشر مدعی‌اند که شینجیانگ شبکه گسترده‌ای از بازداشتگاه‌های غیرقانونی کار اجباری را دارد که کم از کم 1 میلیون نفر را زندانی کرده است. مقام‌های چینی این کمپ‌ها را مراکز آموزش حرفه‌ای خواندند که به گفته آنان هدف آن مقابله با افرادگرایی و گرایش‌های جدایی طلبان است. دسترسی خانم بجلت هنگام سفر به شینجیانگ محدود بود و از مردم به دلیل جلوگیری از انتشار کرونا ویروس دور نگه داشته شده بود و به هیچ خبرنگار خارجی اجازه داده نشده بود. گروه های حقوق بشری و کشورهای غربی نگرانند که چین از سفر او به عنوان تایید پالیسی های حقوق بشری خود استفاده نکند. نت برای سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که موافقت با یک سفر در این شرایط اشتباه است. چین در ابتدا وجود هر گونه بازداشتگاه در شینجیانگ را رد می‌کرد، اما در سال 2018 اعلام کرد که برای مهار آنچه که چین آن را تروریسم جدایی طلبی و افرادگرایی مذهبی در منطقه می‌داند، مراکز آموزش حرفه‌ای لازم را ایجاد کرده است. خانم بچلت گفت که درباره فقدان نظارت قضایی مستقل بر عملکرد این مراکز و اتهامات مربوط به استفاده از زور، بدرفتاری و محدودیت‌های شدید فعالیت‌های مذهبی با دولت چین صحبت کرده است. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد همچنین در جریان کنفرانس خبری بازداشت فعالان، وکلا و خبرنگاران در هنگ کنگ را عمیقا نگران کننده توصیف کرد. ادعای روسیه مبنی بر تصرف کامل شهر کراسنی لیمان در شرق اوکراین. اردوی روسیه روز شنبه 27 می ادعا کرد که قوای آن کشور شهر لیمان در شرق اوکراین را که مرکز اصلی خط راه آهن در منطقه دونتسک است تصرف کرده است. وزارت دفاع روسیه با نشر یک اعلامیه که در آن نام روسی منطقه لیمان نیز ذکر شده است گفت در پی اقدامات مشترک واحدهای شبه نظامیان جمهوری خلق دونتسک و نیروهای مسلح روسیه شهر کراسنی لیمان به طور کامل از چنگ ملیگرایان اوکراینی آزاد شد. تصرف منطقه لیمان زمینه را برای روسیه فراهم خواهد کرد تا مرحله بعدی تهاجم خود را در منطقه دونباس آغاز نماید. این شهر در 40 کیلومتری غرب منطقه سیورودونسک موقعیت دارد. این منطقه بزرگترین شهر دونباس می باشد و هنوز هم در کنترل نیروهای اوکراینی قرار دارد. سیورودونسک به عنوان مرکز اصلی تهاجم روسیه محسوب می شود که هم اکنون تحت عملات شدید قرار دارد. والی منطقه لوهانسک روز جمعه 27 می 6 جوزا گفت که نیروهای روسیه وارد سیورودونسک شدند. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه گفت در صورتی که روسیه موفق به تصرف این مناطق شود، احتمالاً این برای روسیه یک دستاورد مهم سیاسی خواهد بود و این دستاورد می تواند به مردم روسیه به مثابه یک توجیه تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین به تصویر کشیده شود. سپاس که تا این دم با ما بوده. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما.